شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان از لندن همراه ما هستند. خانم محبوبی، اعدام دو زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در ایران، قوه قضاییه و فراتر جمهوری اسلامی به چه دلایل و با چه اهدافی بر اجرای این احکام اعدام اصرار دارد؟ خب این در واقع اعدام قتل عمد دولتیه که جمهوری اسلامی از همون ابتدایی که قدرت رو به دست گرفت این رو اعمال کرده، به قصد سرکوب مخالفانش هستش، به خیال خودش میخواد که این اعتراضات رو سرکوب بکنه و مخصوصا بعد از شروع انقلاب زن، زندگی، آزادی این اعدام ها خیلی بیشتر شده. به نظر من نشون دهنده وحشت جمهوری اسلامیه، ولی هیچ وقت کار نمیکنه. اگر کار میکرد بعد از دهه 60 باید هیچ اعتراضی دیگر نمی داشتیم. اما نکته اینه وقتی شما در مورد دادرسی حرف میزنین، قانونی بودن صحبت میکنین، هیچ قانونی وجود نداره. جمهور رژیم اسلامی یک گروه تروریست جنایتکاره که در منطقه آدم میکشه، در داخل ایران آدم میکشه و هدف از این کشتن ایجاد ارعابه و اینکه بخواد هنوز تو قدرت بمونه. در نتیجه این دولتی متعارفی نیست، دادگاه، قانون، وکیلش، هیچ گونه از اینا هیچ اعتباری نداره در داخل و در سطح دنیا. به همین دلیل وقتی شما نگاه میکنین جمهوری اسلامی تا زمانی که در قدرت خواهد کش، اعدام خواهد کرد. اما سوال اینه که چیکار باید بکنیم در این رابطه؟ سوال در یکی دو روز گذشته فعالان حقوق بشر بسیار درباره خطر اعدام این دو زندانی هشدار دادن و اعتراض کردن، اما خب جمهوری اسلامی بی‌توجهی نشون داد. چه راهکار یا اقدامات عملی و مؤثری برای پیشگیری از اجرای حکم اعدام واقعا وجود داره؟ ببینید، ما همونطور که اعدام ها مستمر هستش، اعتراض برای اونم باید مستمر باشه. ما نمیتونیم وایسیم تا یک زندانی روز بعدش قرار اعدام بشه و اعتراض بکنیم. امروز تمرکز ها روی محمد قبادلو بود و متاسفانه فرهاد سلیمی هم به اعدام شد. اینها فقط اسمایی که میدونیم. یعنی اگر ما به یاد داشته باشیم که هر لحظه، همین الان که من با شما صحبت میکنم، جون یک زندانی سیاسی دیگه در خطر هستش. حالا ما فقط در رابطه با مشخصا زندانیان سیاسی در این برنامه حرف میزنیم، چون زندانیان دیگه هر روزه اعدام میشن. وقتی به این توجه کنیم اون موقع خطرش رو میبینیم. به نظر من در داخل ایران کلیدی ترین راه حل اعتراضات و تجمعات مردم هستش. زمانی که انقلاب زن، زندگی، آزادی در جریان بود، جمهوری اسلامی جرأت نمیکرد هیچ زندانی رو اعدام بکنه. در سطح بین المللی باید از اینها که مرتباً دارن فرش قرمز فن میکنن برای سران رژیم، از اون ور محکومیت های تو خالی میدن، باید اینها رو تحت فشار بذاریم. بنظرم من اگه بخوایم همه رو خلاصه کنیم تو یک خواسته که باید تمام مردم، مخصوصا ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن و تشکل های مدافع حقوق انسانی، مسئله این هستش که سپاه پاسداران رو بر روی لیست تروریستی بذارین. سپاه پاسداران پاشن آشیل جمهوری اسلامیه و اگر ما این سپاه جنایتکار رو که در واقع خود رژیم هستش در لیست تروریستی بذاریم، میتونیم فشار بسیار بیشتری رو بر روی جمهوری اسلامی قرار بدیم. اعتراض مستمر مخصوصا در داخل ایران جان این بچه ها رو نجات میده. در غیر اون صورت تعداد بسیار بیشتری که متاسفانه حتی اسمشون رو منتشر نمیشه در خطر اعدام هستند. متشکرم از توضیحاتتون شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و فعال حقوق زنان از لندن.